کابینه دوم وسوق الدوله به کابینه قرارداد معروفیت دارد و عمدتاً توسط انگلیسی ها و در راستای تحقق منافع این کشور روی کار آمد. وسوق الدوله نیز در غیاب مجلس یک دولت نیرومند و دستنشانی مرکزی به وجود آورد تا بتواند تحقق های ملی و ضد انگلیسی سراسر کشور را سرکوب کند. مقدمات قرارداد 1919 را فراهم می آورد. بنابر نوشته پرویز افشاری در کتاب نخست وزیران سلسله قاجار، در ابتدا احمدشاه زیر بار این مذاکرات نرفت، اما سرانجام به سه شرط حاضر به قبول خاص انگلیسی‌ها شد. سه شرط مورد نظر احمدشاه عبارت بودند از گرفتن پول زیاد، عدم تقاضا برای امضای کتبی قرارداد و فراهم آوردن مقدمات سفر وی به اروپا به شوق ملاقات با پدر در استانبول و ملاحظه پیشرفت اروپاییان. بنا به گفته خود انگلیسی ها در اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان، قیمتی که احمدشاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می کرد از دو قلم مهم تشکیل می شد. قرارداد که میان وسوق الدوله، اکبر میرزا صارم الدوله و نصرت الدوله به نمایندگی از ایران و پرسی کاکس وزیر مختار جدید انگلستان به نمایندگی از آن کشور در 9 اوت 1919 برابر با 13 ذی قعده 1337 به امضا رسیده بود. یک روز بعد از انعقاد همراه بیانیه توجیهی رئیس الوزراء و یادداشت ضمیمه کاکس در روزنامه‌های تهران منتشر گردید و هیاهوی مخالفان و خشم میهن پرستان را برانگیخت. این قرارداد شامل دو متن که هر کدام جداگانه امضا شد و عنوان رسمی آن قرارداد سیاسی نظامی میان ایران و بریتانیا است. طبق این اهنامه به انگلیس اجازه داده میشد در پیشرفت و آبادانی ایران سهیم باشد. این اهنامه دست انگلیس را از دخالت دیگران در امور ایران باز نگه داشته و بریتانیا مجبور بود اسلحه ذخیره مورد نیاز یک ارتش را به ایران ارسال و افراد آموزش دهد. بریتانیا مجبور بود یک وام 2 میلیون لیره‌ای برای تحولات ضروری در اختیار ایران گذاشته، تعرفه گمرکی را تغییر داده و در ایجاد راه آهن در ایران کمک کند. مواد مورد توافق نیز به طور خلاصه چنین بود: 1. دولت انگلستان با قاطعیت هرچه تمامتر تعهداتی را که مکرر در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران نموده است تکرار می‌نماید. 2. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. 3. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب منصبانی و ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد تهیه خواهد کرد. 4. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده 2 و 3 این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است که یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه و یا ترتیب آن را انجام دهد. 5. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل و نقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می باشد حاضر است با دولت ایران موافقت نموده اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تأمین حفظ راه آهن و یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق نماید.
بر اساس مفاد قرارداد 1919 که بعدا البته ابتداش محرمانه بود بین سر پرسی کایکس نماینده انگلیس و وثوق الدوله که بعد که افشا شد این قرارداد و از حالت محرمانه بودن درآمد، مشخص شد که ایران و وثوق الدوله از طرف ایران این امتیاز رو به انگلیسی ها داده که مستشاران مالی انگلیس در ایران حضور پیدا بکنن و کلیه سیستم مالیه ایران رو تحت نظارت خودشون قرار بدن و از طرفی مستشاران نظامی انگلیس وارد ایران بشن و تمام در واقع ارتش ایران رو یک ارتش متحد و شکل تشکیل بدن با فرماندهی افسران انگلیسی و یک قرارداد گمرکی درش گنجانده شده بود که حقوق گمرکی رو برای انگلیسی ها تضمین می کرد. طبق این قرارداد حق انحصاری برای انگلیس قائل شده بود ایران و وثوق الدوله در واقع که وامی رو به ایران بدن، در واقع تهیه و فراهم کردن وام فقط منحصرا برای انگلیس باشه، اون هم با ضمانت گمرک های ایران. حق انحصاری آموزش نظامی ایرانی ها و آموزش و اصلاح امور مالیه ایرانی ها، حق انحصاری ساخت راه آهن در ایران، حق انحصاری کمک به اصطلاح رفع گرسنگی و قحطی در ایران و به هر حال یک سیطره ای بر تمام شؤونات مملکت برای انگلیس قائل شده بود وثوق الدوله در این قرارداد. طبق این موارد در نظام آینده ایران، وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها می‌بایست کنار برود. این قرارداد البته ضمیمه‌هایی داشت که تا سالها محرمانه تلقی می‌شد تا اینکه سرانجام در کتاب اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا منتشر گردید، از جمله اینکه از سوی دولت انگلیس برای امضا کنندگان قرارداد یعنی وثوق الدوله، صارم الدوله و نصرت الدوله به منظور پشتیبانی از آنها و در صورت لزوم پناهندگی سیاسی اعطا شود. دو روز بعد از امضای قرارداد 1919 احمد شاه برای نخستین بار عازم سفر رسمی به اروپا گردید. وثوق الدوله، نصرت الدوله وزیر امور خارجه را که از امضا کنندگان قرارداد بود همراه شاه فرستاد تا در کشورهای اروپایی او را برای ایراد سخنرانی در موافقت با قرارداد کمک کند. در پاریس در مخالفت با قرارداد جوسازی هایی صورت گرفت که از هیئت ایرانی پذیرایی خوبی به میان نیامد. احمد شاه بعد از آن به لندن رفت. نکته‌ای که در لندن قابل توجه به شمار می آید استقبال جورج پنجم از احمد شاه است. ظاهرا احمد شاه در میهمانی لندن سخنی در تایید قرارداد اظهار نکرد، اما هنگامی که به میهمانی منچستر رفت در آنجا چنین گفت: این قرارداد هم مناسبات تاریخی فیما بین مملکتین را تحکیم می نماید و هم در آتیه موجبات بسط و توسعه نامحدود روابط تجاری را فراهم خواهد ساخت. عواملی که تاکنون سد راه مبادلات آزاد تجاری بود مرتفع گردیده، اکنون آن موقع فرا رسیده است که ایران همان موقعیت باستانی خود را که مرکز مبادلات تجاری خاور و باختر بود مجددا اظهار نماید. ایران امیدوار است که یکی از اعضای صحیح العمل مجمع اتفاق گشته و به اندازه سهم خود در خدمات نوعی بکوشد.
اما برخلاف خواست سران دولتی، مردم نظر دیگری داشتند و در مقابل قرارداد واکنش نشان دادند. وسوق الدوله پس از امضای پیمان مذکور انتخابات را در شهرها آغاز کرد تا هرچه زودتر قرارداد را در مجلس مطرح سازد. از دیدگاه لورد کرزون، طراح قرارداد، این توافقنامه ایران را با آن موقعیت سوق الجیشی، ثروت عظیم نفت و امکانات سرمایه گذاری سودمند از زوال حتمی، نابسامانی مالی و بدتر از همه توطئه بلشویک ها نجات می دهد. از دیدگاه مخالفان و ناظران خارجی، این قرارداد نمونه ای از توطئه امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به یک کشور تحت الحمایه بریتانیا بود. بنابراین پس از این قرارداد انبوهی از مخالفت‌های داخلی و خارجی شکل گرفت، چرا که استقلال فرهنگی، سیاسی و آموزشی ایران پس از اجرا شدن قرارداد عملاً از بین می‌رفت و ایرانیان مجبور می‌شدند سیاست علمی و فرهنگی خود را بدان که انگلستان می‌خواست تنظیم کنند. کاکس در گزارشی به لندن مخالفان قرارداد را به 4 دسته تقسیم کرد. 1. روحانیت به رهبری سید حسن مدرس و امام جمعه خویی. 2. رؤبای سیاسی وسوق الدوله. 3. صاحب منصبان قزاق. 4. سفارت فرانسه، آمریکا و روسیه. کاکس در گزارش دیگری جدیترین مخالفان قرارداد را روحانیونی دانست که مدرس رهبری آنان را بر عهده دارد. وقتی این قرارداد افشا شد، خب آزادی خواهان و توده ملت به پا خواست در مقابل این قرارداد که ایران رو تقریبا به شکل، حالا اگر نه در قالب قرارداد ولی به شکل عملی، ایران رو تحت الحمایه انگلیس قرار میداد، از جمله سید حسن مدرس، بعضی آزادی خواهان و خود احمد شاه با این به مخالفت برخواستن. حاضر نشد احمد شاه امضا بکنه. وقتی به اروپا احمد شاه رفت، در انگلیس تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفت که قرارداد رو امضا بکنه، ولی در اونجا نطقی کرد و گفت مملکت من مملکت مشروط است و تا زمانی که مجلس چیزی رو امضا نکنه من نمیتونم تاییدش بکنم و این از حقوق مجلس هست که این قرارداد رو بیاد امضا بکنه و به این وسیله شانه خالی کرد از زیر بار امضای این قرارداد. وقتی احمد شاه از راه به اصطلاح عثمانی و از راه عتبات برمیگشت و برای زیارت عتبات رفته بود قبل از اینکه وارد ایران بشه، در اونجا علمای نجف و کربلا به دیدارش رفتن و او رو از خطرات امضای این قرارداد آگاه کردن. وقتی باز میگشت، به خاطر اینکه زیر بار امضای قرارداد نرفته بود، آزادی خواهان و مردم ازش استقبال خیلی شایانی کردند. در راه بازگشت مردم شعارهایی بر علیه این قرارداد و علیه وسوق الدوله میدادن و به این وسیله در واقع مخالفت با وسوق الدوله خیلی بالا گرفت که منجر به سقوط دولت وسوق الدوله شد. مدرس در بیاناتی میگوید 13 ذیقعده 1337 هجری قمری یک روز نحسی بود از برای ایران. جزء اعظمش 3 نفر بودند: آقای وسوق الدوله، صارم الدوله، نصرت الدوله. مردم کمال غفلت را داشتند که این قرارداد منحوس چیست، الا قلیلی که از آن جمله بنده بودم که در همان ساعت که قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم، تا امروز بالاخره خدا توفیقی به ملت ایران داد، به استثنای 684 نفر که اصولاً، فروعاً، عملاً، ناصراً، منصوراً، سیاستاً و یا کتباً در تمام مملکت ایران موافق با قرارداد کردند. این قرارداد منحوس یک سیاست مضر به دیانت اسلام، مضر به سیاست بی‌طرفی ما بود. کابینه وسوق الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد، بر ضد او ملت ایران قیام نمود. حال هم هر کس تمایلی به سیاستی نماید، یعنی ما ملت ایران با او موافقت نخواهیم نمود، چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب و چه رنگ آخر دنیا یعنی آمریکا باشد. اما ما باید بی‌طرف باشیم
و هیچ رنگی نداشته باشیم. صریحا عرض میکنم بنده بر ضد او هستم. مدرس پس از توضیح درباره یکی از همکاران و شرکای وثوق الدوله در عقد قرارداد مجددا اظهار داشت: ایرانی باید ایرانی باشد، سیاستش هم ایرانی باشد. هنگام بررسی قرارداد وثوق الدوله در مجلس، مدرس طی بیاناتی خاطرنشان ساخته: هی می آمدند و به من می گفتند که این قرارداد کجایش بد است، بگویید تا برویم اصلاح کنیم. من جواب می دادم: آقایان، من یک فرد آشنا به سیاست نیستم، اما آن چیزی که در این قرارداد به نظرم بد است همان ماده اولش است که می گوید ما انگلیسی ها استقلال ایران را به رسمیت می شناسیم. در این هنگام صدای خنده نمایندگان از همه جای مجلس بلند شد. مدرس لحظه‌ای خاموش ماند، آنگاه سکوت را شکست و به نمایندگان گفت: این حرف مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید سید، من سید بودن تو را به رسمیت می‌شناسم. مدرس افزود: این قرارداد استقلال مالی و نظامی ایران را از بین می‌برد، چون اگر بخواهیم ایران مستقل بماند باید همه چیزش در دست ایرانی باشد، همه چیزش باید متعلق به ایران باشد. اما این قرارداد یک دولت خارجی انگلستان را در دو چیز مهم مملکت ما شریک می‌کند، در پولش و در قوه نظامیش. این دلیل اصلی مخالفت من با این قرارداد است. با مخالفت مدرس و دیگر نمایندگان، قرارداد 1919 در مجلس به تصویب نرسید. کاکس در گزارشی به لندن در خصوص مخالفت مدرس چنین می‌گوید: مدرس دعوتنامه‌ای برای وزرای کابینه، افسران ژاندارمری و صاحب منصبان قزاق فرستاد و از آنها خواست تا در میتینگی که مخالفان به عنوان اعتراض به بسته شدن قرارداد ترتیب دادند شرکت کنند. بعد از اینکه وثوق الدوله برکنار شد، دولت‌های بعدی هم هیچ کس جرأت نکرد که این قرارداد رو امضا بکنه و این قرارداد سرانجامی پیدا نکرد تا زمان کودتای 1299 که سید ضیاءالدین طباطبایی اومد و این قرارداد رو برای همیشه ملغا اعلام کرد و به این وسیله سرنوشت قرارداد 1919 پایان پیدا کرد. نکته ای که در مورد قرارداد 1919 جالبه این که چند تا علاوه بر اون مفاد قرارداد که افشا شد، چند تا زمیمه داره که اینها زمیمه‌های محرمانه‌ای بود که بعدها افشا شد. طبق این زمیمه‌ها که نامه‌هایی بود که سر پرسی کاکس برای وثوق الدوله نوشته بود، یکیش این بود که اگر احمد شاه با سیاست‌های انگلیس خودش رو تطبیق بده، از حمایت دولت انگلیس خودش و جانشینانش برخوردار خواهند بود و هر زمان که نیاز باشه احمد شاه میتونه به در واقع از انگلیس پناهندگی بخواد و انگلیس این پناهندگی رو بهش خواهد داد. و همین ضمانت هم به خود وثوق الدوله داده شد که تحت حمایت انگلیس قرار خواهد گرفت و به اون هم در صورت نیاز پناهندگی اعطا خواهد شد. و در نامه ای که سر پرسی کاکس به لندن نوشت، از مبالغی نوشت که به وزیر مالیه صارم الدوله و رئیس الوزراء که وثوق الدوله بود که در واقع 100 هزار تومان در دو دفعه پرداخت به صارم الدوله داده بود، جمعا 100 هزار تومان، و 200 هزار تومان هم که به وثوق الدوله پرداخت کرده بود. وثوق الدوله این در واقع رشوه گیری ها رو هیچ وقت منکر نشد. اسماعیل راین در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران به نقل از سناتور سید مهدی فرخ خاطره این نقل میکنه که در طی این خاطره
وثوق الدوله دریافت رشوه رو یک کار طبیعی میدونه برای اینکه برای آینده خودش در واقع پولی داشته باشه، سرمایه ای اندوخته باشه و گفته که من این پول رو میگیرم و به هیچ کس هم مربوط نیست. بنابراین این نشون میده که وثوق الدوله در عقد این قرارداد رشوه ای دریافت کرده که مبلغ بسیار بالایی هم بوده و حتی انقدر در واقع این کار مورد مخالفت آزادی خواهان قرار گرفت که حتی اعضای لوژ فراماسونری بیداری ایرانیان هم که از دوستان خود وثوق الدوله بودن ولی برای اینکه نظر منفی در واقع نسبت بهشون نباشه از طرف مردم وثوق الدوله رو به خاطر این کارش سرزنش کردن.